پنجره رو به خانه پدری، برنامه ای از علیرضا نوری‌زاده. شکفته بال از سفر به روی شب رسیدی، نسیم کودکی را به سینه ها دمیدی. پرنده همیشه حضورت آفتاب است، به شهر واژه هایم صدای شعر ناب است. برای نسل سرما هنوز هم آتشی، تو یک وطن صدا را امید آرامشی. دوباره دیدن تو سرود عاشقان است، به بلخ و زابل و ری، به دشت بامیان است. کنار شط نباید صدای ماندگاری است، برای کرد زخمی ترانه رهایی است. عرس تو را صدا زد که آخرین ترینی، به واجه های تاجیک تو نقض و برترینی. به شهر من رسیدی، غریب مر تو دیدی، اگر صدای حق حق به شعر من شنیدی. اگر فروغ دیروز به دیدم ندیدی، بدان که شهر ما را به روی شعر بستن، یکی دو آشنایت اگر هنوز هستند. به سینه درد غربت به لب ترانه خوانند، تو را چو میشناسند هنوز میسرایند. علیرضا نوری‌زاده، جمعه هفتم ماه مهر، 28 ماه سپتامبر، به شما سلام. قبل از پرداختن به هر چیز، علاقه‌مندم سخنان آقای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، رو بررسی کنم. نتانیاهو سخنانی داشت که مشخص میکرد سیاست اسرائیل. ماژیک در آورد، بمب رو کشید، 70% ایران رسیده، 30% دیگه بود، خط قرمز باید تعیین بشه. اوباما تا حالا زیر بار خط قرمز نرفته، اتحادیه اروپا هم نرفته. اما آقای نتانیاهو میگوید فکر نکنید که اگر القاعده بمب هسته‌ای داشت چه اتفاقی میافتاد. این رژیم عقب مونده جمهوری اسلامی هم همین، احمدی نژاد یه ضد یهوده. در واقع حرف نتانیاهو اینجاش پر بی ربط نیست، برای اینکه بارها من گفتم رژیم ضد اسرائیل نیست، ضد یهوده. ضدیت با یهود از خیبر شروع شده و این ضدیت وجود داره در بطن فرهنگ و اندیشه و دل همه اینا. ضدیت با یهود وجود داره، فارغ از اینکه اسرائیل سیاستش چیه، حق فلسطینی‌ها رو خورده. اگر رژیم طرفدار فلسطینی‌ها بود، الان باید از ابو مازن حمایت میکرد که آزرده و اندوهگین از بد اختی های همی آقای نتانیاهو و سلفش و آقای شارون قبل از اون و اینا که اومدن. اون رابین بزرگ اومد صلح رو پذیرا شد، برای همین کشتنش افراطی ها. یعنی احمدی نژاد اسرائیل رابین رو کشت، خامنه ای اسرائیل رابین رو فرمان داد بکشه. این بود که میدون باز بشه برای تندروهایی که صلح رو به عقب بیاندازن. اسرائیل گزیری جز صلح نداره، در برابر زاد و ولد فلسطینی‌ها نمیتونه مقاومت کنه. بهترین گزینه صلحش هم صلح با ابو مازن، مردی که احساس صلح داره، علاقه‌مند بعد از اینکه رفت وطنی به جا بگذاره که
فرزندانش به آینده امیدوار باشن. پس مرد صلحه. به همین دلیل هم سوریه علیش توطئه میکنه، جمهوری ولایت فقیه توطئه میکنه، حماس توطئه میکنه. حماس البته نوکر ایناست ولی توطئه میکنه. آقای نتانیاهو اشاره کرد که آقای هاشمی رفسنجانی که مرد میانه روی اینا بود گفت اگه اسرائیل یه بمب ما بزنه ما بزرگیم، چی نمیشیم، ما بزنیم نابود میشن. البته 1,000,000 عرب هم اونجا هستن، اونم نابود میشن. بعد گفتش که اسلامگرایان به اصطلاح تندرو رادیکال اینا بران هستن که دنیای خاورمیانه رو دنیای سیاهی بکنن. متأسف اما سرانجام روشنایی بر تاریکی پیروز خواهد شد و خاورمیانه رنگ آرامش خواهد دید و به سوی جلو خواهد رفت. اما چند نفر دیگه باید کشته بشن تا به اینجا برسیم. و من همینجا از آقای نتانیاهو میپرسم چند تا اسرائیلی و فلسطینی دیگه باید کشته بشن تا آقای نتانیاهو درک کنه شریک صلحش ابو مازن، باید با او صلح کنه. فردا اگر آقای برغوثی اومد اون صلح نمیکنه باهاش. فردا اگر اسماعیل هنیه مسلط شد بر همه فلسطین باهاش صلح نمیکنه. حالا تازگی اسرائیلی ها طرح دیگه هم ریخته بودن بیان از ساحل غربی، همون بخشایی که خودشون میگن، بیان بیرون بریزن اینا رو به جون هم برن درگیر بشن، همون کاری که شارون با غزه کرد. شارون میدونست چی کار داره میکنه. شارون باید غزه رو تسلیم دولت فلسطین میکرد، نه اینکه بره بیرون ولش کنه به امید خدا که ریشوها بیان بگیرن. اونم قصد داشت که این انشقاق و دوپارگی ادامه پیدا کنه. حالا کاری ندارم آیا این به مصلحت اسرائیل بود؟ نه، این نیست. ممکنه حالا جلو انتحاری ها رو گرفتن، جلو تروریست ها رو، 95% رو سلطه یعنی دولت ابو مازن داره میکنه و میگه ما آجان اسرائیل شدیم بدون اینکه به ما چیزی بدن. آقای نتانیاهو گفت حاکمان ایران اینا هولوکاست رو نفی میکنن و میخوان اسرائیل رو نابود کنن. تو اینجا هم میان راحت میگن و این حالا جمهوری اسلامی بدون سلاح هسته‌ای است، ولی وقت که سلاح هسته‌ای داشته باشه اون وقت آیا همه در آمریکا، خاورمیانه، جای دیگه آسیا امنیت خواهند داشت؟ گفت که جمهوری اسلامی شوروی نیست که سلاح هسته‌ایش با مال آمریکا بازدارنده باشه. نه، در اونجا و راست هم میگه، برای که بیمارانی اونجا هستن که این همون تندروهای اسرائیلی هست. بله، گفت که عقاید آخرالزمانی آمادن که برای انهدام طرف مقابل دست به انهدام کل جهان بزنن، همون راه حل سامسونی یا شمشونی که علیی و علی عدایی، من برم دشمنم هم بزن. این نوع برداشت در حال نطق قابل تأملی بود، پاسخی به احمدی نژاد بود و در این میان اشاره معاون وزارت خارجه اسرائیل به این که اقتصاد ایران ورشکسته خواهد شد و ایران ورشکسته است عملا داره تحقق پیدا میکنه. قیمت دلار 2,750 تومان همون که من خدمت رو عرض کردم به 5,000 تومان خواهد رسید. ببینید یه نکته رو من بگم، باز اینو تکرار میکنه، باز دوستی به من گفت تو پیروز باز اومدی راجع به اقتصاد حرف زدی، مردم نگران میشه. آقا بعد مردم نگران بشن، آخه نمیشه که مردم راحت در آرامش باشن، مردم باید نگران بشن، باید بدونن اینا با کشورشون چی کار دارن میکنن. نگرانی نداره، مردم باید بدونن، مردم باید بدونن این پولی که تو بانک گذاشتن دو روز دیگه ارزشی نداره. مثلا کسی که 4 میلیون در بانک گذاشته، این 4 میلیون رو 4 ماه پیش 3 ماه پیش میتونست باش چقدر میتونست باش، مثلا بله میتونست اون وقت دلار 1,200 تومان، خب این چقدر میتونست بگیره؟ 3,000 خورده دلار میگیره. الان با
با 4 میلیون تومان 2000 دلار میگیره، کمتر 1500 دلار میگیره، یا الان میتونه باهاش بیاد با این مثلا 1200 پوند بگیره، قبلا 2000 پوند میگیره. خب این ارزش ریال دیگه اومده پایین دیگه، به زمین رسید. یا طلا بخرید یا پولاتونو بیرین بیرون، ارز خارجی هم نخرید، چون اینا بازیای خیلی کثیفی میکنن، یه دفعه دو روز میارن پایین بعد شما رو دوچار مخمصه میکنن. ولی الان دیگه از کنترلشون در رفته، حداقل طلا بخرید. اومدن تکس برای شما میفرستن که آقا جان 300 متر زمین 30 میلیون تومان، بیام پونک زمین بخرید. شما میرید زمین میخرید به این امید که برید یک آلونکی برای خودتون بسازید. دعوای بیت رهبری با ریاست جمهوری، چرا حال براتون میگم؟ این زمین ها مال مردم بوده، اومدن توقیف کردن و بعد مصادره، فرمان امام رفته زیر نظر اونا. بیت رهبری جز 5 میلیون سند مالکیت مقام معظم رهبری، اینجا هم اومدن چنگ انداختن سند بذارن بگیرن. از اون طرف شهرداری و دولت بخشی از اینا رو به عنوان زمینای مبات و بخشی دیگرشون هم به عنوان زمینای مزروعی گرفتن، بعضن هم سند صادر کردن. حالا بیت رهبری داره با اینا میجنگه سر این که مالک این کیه، سند مالکیت با همه چی دیگه، بنچاق هم نیست، سند مالکیته، روبان هم داره و همه چیش درست و صحیح، دادن دستتون، خدا خیرت بده، 300 متر زمین 30 میلیون تومان، مرسی، حالا میرم قرض و قوله میکنم 50-60 میلیون تومان یه ساختمون یه طبقه میسازم، پونکم از میرم خونه زندگی. حالا اومده میگن نخیر، اجازه ساختمون نداری، تو دعوای بیت رهبری با دعوای ریاست جمهوری شهرداری سر این حل بشه. در کدوم کشور دنیا شما این وضع رو میبینید؟ ببینید این رژیم جاهل و نادانه. در مصر انقلاب شده، بعد اسلامی ها برنده شدن، گفتن چرا برنده شدن؟ چون خانواده اسلامی ها جمعیت زیاد داره، یارو تو سر دختر پسرش میزنه بیان به محمد آقای سر کوچه ای رای بده که ریش داره، خیلی اومدن رای ده. اینا میگن آقا جمعیت رو زیاد کنید. دوباره سید علی خامنه ای بدون این که به مخاطر این توصیهش توجه کنه، چون فکر میکنه نونخور اسلام میخواد بیاره، میگه اون وقت آدم های مدرن، آدم هایی که باید تربیت بچهشون مهمه، که این کار نمی کنن. حاج آقا میره سر شب سر حاج خانمو میگیره که 9 ماه و 9 روز بعد یه تحفه به دنیا بیاره که 18 سال بعد بره به سید علی آقا و پسرش رای بده. یعنی اینا دارن اینجوری فکر میکنن. سید علی آقا هم فکر میکنه مثل بقیه آخوندا 95 سال عمر میکنه، بنابراین از حالا حساب میکنه خب اگه اینا هر شب برن بچه دار بشن 6 میلیون نوکر داریم، 6 میلیون دیگه میارن، خب 12 میلیون جور میشه. اینجوری داره فکر میکنه، چون تو مصر اسلامی ها رو دیده، تو کویت میره ببینه یارو میره 3 تا زن داره، 8 تا دختر و 14 تا پسر، میگه خیلی خب ما هم اینجا درست میکنیم که بیان به ما رای بده. اینه طرز تفکر اینا. فکر نمی کنه کشوری مثل ایران که با کم آبی روبروز، با هزار مشکل و درد دیگر، نمیتواند جمعیت زیاد رو تحمل کنه. براش مهم نیست، اهمیتی براش نداره، برای همین هم رئیس جمهورش میره اونجا اون حرف رو میزن. این دو مسئله. سومین مورد حمله و کتک زدن آقای مهمان پرست. ببینید من تکلیفم با رژیم جمهوری اسلامی روشنه، میخواستن بزننم، برنامه های مختلف ریختن، خواستن منو بی آبرو کنن، همه کار کرد. اما یه پرنسیب هایی هست که آدم باید بهش اعتقاد داشته، به این پرنسیب ها باید باور داشته. آقای رامین مهمان پرست اومد تو خیابون، ویترین نظام رو دیدیم، این ویترین نظام رو جلوی جهانیان، جلوی دوربین ها رسوا کنیم، نه با فوش خواهر و مادر دادن، حرفای رکیکی شنیدم که متأثر شدم، نه با مشت و لگد نشون دادن،
آقای سازمان رجبی، تو فردا میخوای از فهرست تروریستا بیای بیرون، این چه کاری اونجا میکنی؟ قشنگ مجسمه خامنه پلاستیک احمدی نژاد تناب دار، اینا همه کاراتون قشنگ، نمایشاتون قشنگ، پرچم سرنگ شیر و خوشتم رو شونت قشنگ. البته این وسط یکی از بچه های ما هستیم هم دیدم. خیلی به جای ناسزا گفتن به فارسی و چال میدانی با طرف برخورد کردن که تو تهران بگن مردم این اپوزیسیونه و مردم هم پیش خودش که اینا الان که اینجور میکنن فردا تو ایران اومدن چیکار میخوان بکنن؟ لابد هر بدبخت این کارمند بانک ملی هم بوده اینا میخوان بگن بزنن بکشنش. آقای رامین مهمان پرست جنایت ها و اعمالش و هرچی بوده شما بیان اعلام بکن منطقی، هوش کن، هوش خار مادر نده طرفش با مشتلگت نرو، چون تو داری با تو دست اون بازی میکنی. حالا مهمان پرست فردا در از رتبه میگیره. رامین مهمان پرست رو دیدی؟ آفرین بچه ها. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه. We would like to inform you. نگاه کن به مردم. This man is a criminal. This man lies to you and to the world every day. برای مردم بگو. He was the Iranian ambassador. He was here. He was there. بگو برای مردم که این تانزانیا بود چیکار کرد. به جای اینکه بری لگد بزنی مشت. بابا جان این فرهنگ چاله میدانی رو از شما فکر کنم با خود منم کار کردن دیگه. من که مهمان پرست نبودم که. من که ترکیبم با جمهوری ولایت فقیه معلومه. بینی بنده رو شکستن همین نوکرای ولی فقیه. حالا نمیدونم در جوار عراق، در جوار وطن رفت، در جوار عراق تو اردن. خیلی خوب بینی بنده رو شکوندن. چرا؟ چون من میگفتم این انسانهایی رو که تو زندانی کردی تو اشرف، اینا باید مجال زندگی پیدا کنن. دشمن شدن و اونجور با بنده حرف میزنن، ولی من به گونه دیگری به دنیا نگاه میکنم. من اعتقاد دارم انسانها باید آزادی داشته باشن انتخاب بکنن. اگه خواست مجاهد باشه معرکه است، آزادی داشته باشه، بتونه رادیو و تلویزیون دیگرم ببینه، بتونه کتابای دیگرم بخونه، بتونه روزنامه کیهان لندنم بخونه، فردوسیرم بخونه، روزنامه ایران استارم بخونه. اگر این آزادی رو بهشون دادیم محرکه است. میخوام نه ما گزینمون آقای رجبی، خانم رجبی. خب شما در یعنی جایی که فرصت پیدا میکنی باید این قابلیت رو داشته باشی که نشون بدی تو از دشمنت، از جمهوری ولایت فقیه آدم کش که انسانها رو میزنه تو خیابون، سرکوب میکنه، میکشه، تو از جنس اون نیستی. من یه سوال میکنم، شرافتمندان بچه هایی که اونجا بود، اگر پلیس اونجا نبود آیا رامین مهمان پرست همونجا شهید نمیشد؟ همونجا تیکه تیکش نمیکردن؟ انسانی که بتونه انسان دیگر رو که دشمنشه در شرایطی که دستش برسه بکشه، خفش کنه، این خطرناکه. این نمیتونه نماد دموکراسی باشه. بحث من اینه. آقای مهمان پرست رو دیدی؟ این آدم وابسته به رژیم آدم خوره؟ فریاد بزن به بچه نیویورکی ها، رسانه های گروه اینو میبینید؟ این هر روز میاد تو وزارت خارجه دروغ به تعبیرتون میده، نفرت میپراکنه، بخشی از دیپلماسی رژیم خونخاره. اینا رو بگو تا مردم با اظهار نفرت از اون روی برگردانن، نه اینکه الان برای سمپاتی ایجاد بکنی که تو تلویزیون آمریکا بیان اینجوری بگن آقا ایران دیدیم از لیست تروریست میخوای بیا بیرون نگاه کن چیکار کرد. احمدی نژاد و خامنه‌ای هم عشق کنه، از صد تا تبلیغ براشون بهتر بود. یه روز مونده علی تروریسم بیرون این کارو میکنی؟ حالا یکی میگه آقا مردم من احساساتی شدن.
بزرگتر، تو نباید بذاری بچه ها احساساتی اینجوری بشن، باید بگی ما با دشمنی روبرو هستیم که آدم خاره، آدم کشه، میزنه، اگه کسی رو تناگیر بیاره تیکی تیکش میکنه، در جمع هم میکنه در تنها، ولی تناگیرش برسه گوچی داغونش کنه. حالا تو هم تناگیر رو بردی طرفو دشمنته، دادگاه عادله باید محاکمش کنه، تو حق نداری بزنیش، تو حق نداری دارش بزنی، تو حق نداری بهش فرش مادر بدی، چون میشی مثل اون، میشی مثل حسین بازجو موقعی که بچه ها رو بازجویی میکنه. اخلاق وقتی داد میزنی، سیاست بی اخلاق به درد این میخوره که بریزی و سیفون بکشی، یعنی همین، یعنی عمل کرده تو. بنده چرا میگفتم ولایت فقیه در جبار وطن؟ چون این ولایت فقیه در وطنه، دروی یه سکن. کسی که میگه فقط من بقیه نه، این دیکتاتوره. کسی که میگه این آدمو که من آوردم اینجا 25 سالش بود حالا 55 سالشه و بعد همینجا بمیره، این دیکتاتوره و خطرناک. دروی سکه سید علی و رجب این همه. درنگی کوتاه میکنیم و باز I'm gonna go.
دلم در غزل بان زمین یا دل بدری کوچه شایان زمین کنم بیست بناوه نم کشت بوتانی می می پانی چاوه نیدی بود سوشتی دوکم خلقی داوه آزاد بول پیش مخمی اکی جی خواه پایست لطاو آگری جرانی بطاوه Sama